پیغمبرش بهترین است در راه تو که ارزشی این جان ما پاینده هستی اسلام ما در راه تو که ارزشی داردین جان ما پاینده هستی اسلام ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أصله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله تعالى سبحانه مجم كبرى ما شما در إماه بسيار بركات توفيقي لنصيب فهم دين الله تعالى کنار هم جمع شویم الله متعال استدعا داریم که آنچه الله متعال توفيق عمل خالصاني او موضوعی را که امروز در ذهنم بود که اگر الله بر ما توفیق بده در مورد از او در محدودی زمانی کمی که داریم بحث بکنیم یک بحث بسیار مهم و اساسی است در قرآن کل دین تعبیر شده کل دین را الله متعال در او مسئله خلاصه کرده و به خاطر از این که دوستا اهمیتش را بفهمند و جایگاهی از او را بفهمند و نکته بسیار مهمترش در ارزیابی خود ما بفهمیم که آیا حقیقتاً این نکته بسیار مهم و این عناصر بسیار اساسی در دین در وجود ما و در قلب ما جا داره یا نداره چند سوال را از دوستان میپرسم هر کسی سوال را خودش باز از خودش بپرسه این میزان است برای تشخیص درد شما غالباً پیش دکتر هم میرین بر دکتر از شما سوالای پرسان میکنه که ترس 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 باز ذکی سوالای رو جواب میدین باز برتون درد را میگه خود ما به عنوان طبیب خود به خاطر تشخیص مرض خود از خود بعضی از سوالات را پرسان بکنیم اولی که گاهی وقتا یا انسان همه ما شما در مقابل مبارزه با شیطان احساس ضعف داریم سوال را از خود بپرسیم نکته دیگه آیا در مقابله با نفس در مقابله با خصوصیات نفس احساس ضعف و تقصیر داریم آیا همه اعمال ما در هر حالت یک رنگ است؟ اما اعمالی را که در مقابل مردم انجام میتیم آیا اونمو اعمال در تنهایی هم انجام میتیم اما قدر انگیزی که در مقابل مردم بر انجام عبادت داریم ما قدر انگیزه در تنهایی خودم داریم آیا وقتی دیگران ما را توصیف میکنه احساس خوشحالی در قلب ما پیدا میشه یا نه برعکس احساس ناراحتی میکنیم آیا امو رقمی که تلاش میکنیم موارد خوبی های خود را به مردم نشان بتیم، در آیا برعکس ازی در تلاش پوشانیدن خوبی های خود هستیم یا نه و برعکس آیا تلاش میکنیم امو رقمی که گناهان ما را دیگران نفهمند، در تلاش ازی هستیم که خوبی های ما را دیگران نفهمند، یا نه حالت برعکس را داریم آیا خود ما پیش خود ما متهمیم یا نه برعکس خود ما پیش خود ما در یک جایگاه و منزلت بسیار بالاتری قرار داریم آیا از مشهور شدن و از پیدا کردن شهرت در میان مردم ترس داریم یا نه برکه در تلاش رسیدن به شهرتیم و با مشهور شدن در میان مردم خوشحال میشیم آیا با انجام کارهایی که کمی سر و کمتر داره علاقه مندیم یا نه برعکس کارهایی که کمی جایگاه و منزلت مردمی داره با اونها خیلی شور و شف بر انجامشون داریم آیا در صحبت کردن در گپ زدن از خود زیاد میگیم یا برعکس از دیگران میگیم و آیا این جرأت داریم که موارد و بزرگی و کلانی دیگران اعتراف بکنیم و آیا وقتی که دیگران ما را توصیف میکنه احساس درونی ما چی هست با توصیف دیگرا انگیزه های ما زیاد میشه بر انجام خوبی ها یا نه حالت معکوسی از این حالت را داریم آیا در امور خیر در تلاش و سبقت گرفتن از دیگرایم یا نه منتظریم دیگرا پیش برن باز ما هم اگر کلا مشکلی نداشت به دنبال از اونها خاط بریم آیا در هر موقفی که قرار داریم در انجام کارهای دینی یک حالت داریم یا نه وقتی در یک منزلت بالاتر قرار میگیریم تلاش بیشتر میکنیم بر انجام کار دینی وقتی منزلت ما پایینتر میشه باز در قصه دین ما قدر نمیشیم کدام حالت را داریم و صورت خلاصه آیا به دنبال رضایت مردمیم آیا به دنبال جلب توصیف مردمیم و از سرزنش مردم میترسیم یا واقعا به خاطر رسیدن به رضایت الله تلاش میکنیم آیا در مسیر دینداری خود صبوریم یا مشکلاتی که در مسیر دینداری یا حوصله ما را میگیره گاهی وقتا دل ما زیاد تنگ میشه و کم کم پای خود را خالی میکنیم از پابندی به دین آیا چنین شده که گاهی وقتا وقتی ما را مردم توصیف کرده کار بیشتر کردیم وقتی که دیدیم مردم ما را توصیف نکرده باز هم کم کم از کارهای دینی فاصله گرفتیم و ده ها آیه های دیگه از این قبیل رفتارهای خود را با این میزان ها بسنجیم اینا معیارهای بر سنجش اخلاص اخلاصی که الله تبارک و تعالی در قرآن و در کلام مقدسش کل دین را خلاصه کرده الا لله الدین الخالص و ما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين ما بنده ها رو به چیز دیگه عبادت نکردیم مگر که خالصانه الله را عبادت بکنن پس اگر یک اگ انسان عبادت الله را میکنه خو عنصر مهم و اساسی که معیار بر پذیرش عمل در نزد الله تبارک و تعالی هست اخلاص اگر وجود نداشته باشه به مورد دل خود به این اعمال خود خوشحال نسازیم به امی خاطر امروز اگر توفیق الله بر ما نصیب شد مفهوم اخلاص را میخوانیم اخلاص از مهمترین عناصر دین هست از مهمترین عناصر ایمانی و عملی در هر دو بود عناصر بسیار مهم هستند اما متاسفانه به امو حدی که مهم هست توجه بهش نمیشه به امو حدی که باید بهش دقت بکنیم دقت نمیکنیم بسا موارد ما شما در چیزهای بسیار کم اهمیت بسیار بالاتر میتیم به چیزهای بسیار ارزشمند اهمیت بسیار کمتری میتیم و او چیزی که متاسفانه متاسفانه اگر واقعی بینانه ارزیابی بکنیم عملکردهای خود ما را و از افراد جامعه را هر کدام ما تک تک عملکردهای خود را ارزیابی بکنیم چیزی که در جامعه ما خیلی کمرنگ رنگ است اخلاص است الا ماشاءالله و به امی خاطر حالت های ایمانی ما متفاوت است به امی خاطر عملکردهای ما متفاوت است به امی خاطر ما انسان یک نواخت نیستیم و این سوالات را که پرسان کردم اگر شما هر کدام ما شما این سوالات را از خود بپرسیم و در جواب دادن به این سوالات صادق باشیم میزان اخلاص خود را خوب میتونیم تشخیص بتیم و میزان ریاکاری خود را هم خوب میتونیم تشخیص بتیم به این خاطر مفهوم اخلاص را درک کردن از مهمترین فرایز یک مسلمان هست چون بدون اخلاص اول ایمان قبول نمیشه عدم اخلاص در ایمان را نفاق میگن وقتی یک نفر ایمان داره خود در ایمانداری خود مخلص نیست منافق میشه و عدم اخلاص در اعمال ریا هست و هر دوش از بزرگترین محلکات مهلکات است که انسان ها رو به طرف می میبره و واقعیت است که موارد ما و در وضعیت کنونی با روش های تربیتی که ما با اونها آشنا هستیم مفاهیم معنوی و اساسی و باطنی خیلی کم بهشون توجه میشه خیلی کم است که شما در جای برین و درسی از اخلاص بشنوین واقعیت دیگه خیلی کم هست و مواردی هم اگر گفته میشه خود درس هایی که به خاطر اخلاص هم گفته میشه خود از اونها توام با ریا هست خود درس هایی که به خاطر اخلاص هم داده میشه خود از اونها مالا, مالا مال از ریاکاری و خودنمایی و بزرگ طلبی هست که مفهوم اصلیش را بس دوباره زیر سوال میبره به این خاطر وظیفه ما به عنوان مسلمانمی هست که حقیقتا اگر واقعیا به دنبال رضایت الله تبارک و تعالی هستیم ببینیم چقدر به خاطر فهم اخلاص که کل دین هست چقدر توجه کردیم یک مورد ذکر میکنم شاید کافی باشه برای اینکه شما اهمیت اخلاص را بفهمین اخلاص از اساسی ترین مستلزمات توحید است و جایگاه توحید را شما میفهمین جایگاه توحید توحید اونمو عنصری است که همه انبیا علیهم الصلاه و به خاطر تبلیغ از اون مبعوث شدند و از مهمترین مستلزمات توحید اخلاص داشتن در ایمانداری هست و به همین خاطر وقتی الله تبارک و تعالی یک سوره را مشخصا به خاطر بیان توحید ذکر میکنه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد رسول الله صلی الله علیه و سلم را این سوره را به نام سوره اخلاص میگه اسماء سوره ها شما مش حتما شنیدین اسماء سوره های قرآن توقیفی است یعنی بر اساس وحی استوار هست ورسول الله صلی و رسول الله صلى الله عليه وسلم سوري ركه مهمترين مبحثش و كل محورش در مورد رسول الله صلى الله عليه وسلم اورا اخلاص مجا يعني چی يعني اي كه دشتن توحيد بدون اخلاص نمش و اصلا ادعاي موحد بودن بدون اخلاص يك إدعاء دروغين و پوچ است اخلاص است اما معنى اخلاص شئ معنای اخلاصی است که یک نفر هم در ایمانداریش و هم در اعمالش اراده و نیت خود را از همه شایبه های غیر الهی دور بکنه شایبه های غیر الهی چیز موارد خود نفس است بحث عاجب را ما شما به صورت تفصیلی در, در درس خوانده بودیم نفس انسانی خودش برای یک انسان در, در پهلوی خدا به عنوان معبود قرار میگیره خود نفس درون انسانی امو امو نفسی که الله متعال در موردش تعبیر میکنه که افرایت من اتخذ الهه هوا شما دیدن کسانی را که هوای نفسش اله هست پس نفس گاهی وقتا در کنار الله به عنوان یک معبود توسط انسان ها عبادت میشه و به خود نمیفهمن همین گپره و موارد جاه و مقام و منزلت و توصیف مردم و ترس خلاص شدن از سرزنش مردم و چیزها و دعها موارد دیگه پس معنای اخلاص همیست که یک نفر هم در ایمان خود و هم در انجام همه اعمال صالحه خود نیت و اراده درونی خود را از همه شایبه های غیر الهی نجات بده و اگر کسی این کار کرده نتانست ایمان نداره ولو ادعای ایمان را داشته باشه ولو بعضی از عناصر عملی ایمان را انجام بده الله تبارک و تعالی وقتی در قرآن کریم بحث از ایمان را میکنه و صفات مؤمنین را ذکر میکنه و بعد صفات منافقین را ذکر میکنه بزرگترین علت انحراف منافقین که در ایمان خود در نفاق واقع شدن به خاطر نداشتن اخلاص در ایمانشان بود منافقین چرا منافق میشن به دلیل از اینکه یا میخوان توصیف دیگران را جلب بکنن منافع به دست بیارن در دنیا یا هم میخوان خود را از یک مشکلی که دینداری اونها را دو مشکل گیر میکنه از خود نجات بدن به همین خاطر منافق میشن علت نفاق و صورت کلی دو علت داره و می خاطر هست که شما می بینید نفاق در مکه ایجاد نشده بود تا زمانی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در مکه بود اصلا منافق در میان مسلمانان وجود نداشت چرا وجود نداشت به دلیل ازی که در دوران مکی مسلمان بودن مترادف بود به قبول کردن سختی ها و مشکلات بسیار زیادی که گاهی وقتا منجر به مرگ می به و می خاطر در دوران مکی منافق نیست آیا سوره های مکی در مورد نفاق بحث نکردند نشانه های نفاق بحث نکردند زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد در اینجا نفاق پیدا شد خصوصا بعد از پیروزی هایی که مسلمان ها به دست آوردن چرا به دلیل از اینکه یک عده از انسان های تما و ترسو و بزدل که جرأت قبول کردن حق را و تحمل مشکلات را که حق دارن نداشتن اما دیدن که ظاهرا این چیزی که به عنوان حق است آل پیروز شده و خیلی از اهداف دنیوی خود میرسین خود را آمدن در پشت ایمان پنهان کردند با شعار ادعای ایمان دروغین یک جریان جدید ایجاد شد به نام منافق و نفاق دلیلش چی بود چرا این در مکه نبود به دلیل از که در مکه معنای لا اله الله گفتن و محمد رسول الله گفتن و پابندی به او مترادف بود به قبول کردن مرگ مواردی و قبول کردن شخصی ها و مشکلات و شکنجه هایی که شما در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها کاملا آشنا هستین یعنی کسی در اونجا اگر مسلمان میشد کدام تماع دنیوی نداشت توصیف مردم را به دست نمی آورد بلکه همه مردم را سرزنش می کردن دنیا به دستش نمی آمد بلکه همو چیز را هم که داشت از دستش می رفت. هیچ چیز کدام جایگاه و مقام و قدرت و شان و وجود نداشت و موارد کسانی که در بهترین حالت زندگی می با ادعای با, 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 مسلمان شدن در سختترین حالات زندگی کردن نمونه های زیاد شما شما داریم مصعب ابن عمیر، از نمونه هایی است که برای ما شما الگوهای واقعی ایمانی میتونن بوده باشن در زندگی از اون میگن که از جمله به تعبیر بچه های امروزی از کاکترین بچه های مکه بود بسیار با لباس های فاخر و فیشنی به خاطر از اینکه مادرش خیلی پیسه زیاد داشت و مصعب ابن عمیر خیلی دوست داشت بسیار برش پیسه زیاد میداد و او هم خوب خرج میکرد از دسکوترین بچه های مکه بود اما زمانی که ایمان میاره مادرش براش میگه میگه اگر تا که از این دین محمد بر نگردی ما بر تو دیگه امکانات نمیتون میگه ما چیزی را که قبلا او را به دست نیاورده بودم از همه امی های دنیا و از همه امی زرق و برقایی که داشتم خیلی چیز با ارزش از اون را یافتیم و امی خاطر زمانی که در غزوه احد شهید میشه امی مصعبی که امی مصعبی که قیمتی ترین لباس بر بدنش می بود امی مصعب کفن برای پوشاندنش وجود نداره وقتی که در غزوه خود شهید شد وقتی قسمت سرش می پاهاش لچ میشد و هنگامی که پاهاش رو می سرش لچ میشد اینا بودن که با اینمی قیمت ایمان خود را در زندگی بر مردم ثابت کردن حالت های ایمانی امروزی ما چرا ما این حالت داریم بسا از انسان هایی که گاه وقتا تمتراقشان خیلی بالا هست در کمترین مشکل در کمترین مشکل بزرگترین انحراف از اونها دیده شه. دلیلش چیست دلیلش ایست که ایمانداری از اونها واقعا به خاطر الله نیست ولو ما باشیم پس وقتی یک نفر به معنای واقعی کلمه به الله ایمان آورد بفهمه که ایمان آوردن به الله یعنی چی چرا الله متعال یکی از سنت های همیشگی و همیشگیش ابتلا هست در ابتلا هست که آدم مخلص و غیر مخلص تفکیک میشه از لحاظ ادعا منافقین ادعای ایمانداریشان بسیار پرتم طلاقتر بود سر و صدایی که منافقین داشتن در مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله مصاحبه نداشتن بسیار بلند نمیدن نشهد انک رسول الله الله اکبر نه چی تو شعار شعار زیاد سر می دادن. الله متعال چی جوابش میده والله یعلم انک لرسول ای محمد الله میدونه تو پیامبر خدای الله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله شهادت میده که منافقین دروغ میگن چرا منافقین دروغ میگفتن به خاطری که در ایمانداری خود مخلص نبودن با ادعای ایمانداری خود به دنبال متاع دنیا و جلب رضایت مردم و خلاص شدن از سرزنش مردم بودن و آیا ماها در موارد امی ها را نداریم در مورد دیگرها قضاوت نمی کنم. هر کسی خودش در مورد خودش قضاوت بکنه خیلی مهم هست این نکته را درک بکنیم پس مفهوم اخلاص را باید بفهمیم مفهوم اخلاص امیس که در همه موارد دینی در ایمان به الله و در انجام همه اعمال کوچک و بزرگی که ما انجام میدیم فقط و فقط رضایت الله تبارک و تعالی را داشته باشیم و وقتی یک نفر اینمی اراده و نیت واقعی در قلبش جا گرفته باشه ایمانداری از او ایمانداری موسیمی نمی باشه ایمانداریش ایمانداری موسیمی نمی باشه پابندیش به دین پابندی موسیمی نمی باشه انسان از در یک حالت روان هست خوب شده میره اما با مشکلات با مواجه شدن با مشکلات کوتاه نمی آیه. از مسیر خود منحرف نمیشه دین خود را معامله نمی کنه همه این انحرافاتی که ما شما می بینیم در وضعیت کنونی در امت یک نفر نی جریانات منحرف میشن جریاناتی که به میلیون ها نفر در اوجان هست چرا دلیلش ده چیست دلیلش ده یک نقطه خلاصه میشه عدم اخلاص واقعی چرا اخلاص وجود نداره به دلیل از اینکه موارد زیادی خیلی های ما شما اخلاص را نمیفهمیم که امی اخلاص چی هست اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا می گفت ما می رفتیم ایمان را می آمختم. اخلاص را می آموختیم ای باید آموخته شود و کار ساده هم نیست کار ساده به خاطر این که یکی از سلف میگه میگه که سختترین ترین کاری که ما توانستیم سخت ترین کاری که ما توانستیم تو حال در دینداری انجام بدم امیس که ما تانستیم. ما در تلاش اصلاح نیت خود بودم آیا شما این نموت احساس در اصلاح نیت هایتان احساس سختی کردین در در اصلاح نیت های خود احساس فشار کردیم نه نکردیم به دلیل چی به دلیل که در تلاش اصلاح نیت های خود نبودیم چرا نبودیم به خاطری که مفهوم اخلاص در در ذهن ما و در قلب ما وجود نداشته واقعیت گپ میز؟ آیا شما در وقتی خواسته باشین یک عمل را انجام بدین برای از ازی که این عمل را انجام بدین خود سختی و عمل یک طرف قضیه است امی که به خاطر ازی که نیت شما درست باشه احساس سختی کردین یعنی چی یعنی ای که ما وقتی میخوایم یک عمل را انجام بدیم نفس ما مداخله میکنه به خاطر از ای که شما اینمی فشار نفس را دور بکنین خیلی سختی ها کار داره. شیطان میای مداخله داخله میکنه بر از که شما خواسته باشین این وسوسه شیطانی را که میخوای اخلاص را از شما بگیره بزداین خیلی سختی های زیاد کار داره. اما ما این احساس نمیکنیم به خاطر چی به خاطر اینکه که یک مساله در ذهن ما که این کار را میکنم بعد از او متوجه او تیرها و او موانعی که شیطان میآی و اخلاص ما را صدمه میزنه متوجه اونا نیستیم وقتی که یک عمل را انجام میتیم و نفس ما از اینمی عمل بهره خود را میبره و اخلاص ما را خراب میکنه متوجه از ای اصلا بیخی نیستیم و موارد موارد سر خود بسیار زیاد حساب میکنیم خود را بسیار مخلص میدانیم به همین خاطر مفهوم اخلاص را یکی از علما بسیار جالب تفسیر میکنه در تعریف اخلاص میگه میگه اخلاص است که شما در وجودتان اخلاص را نبینین معنای اخلاص را میگه میگه اخلاص است که شما در وجودتان اخلاص را نبینین و همیشه از چیزهایی که باعث صدمه زدن به با اخلاصتان باشه بترسین برعکس انسان ریاکار او کسی است که همیشه خود را مخلص بدانه و مخلص حساب بکنه و در مورد خودش قضاوتی باشه که مادم مخلص است پس پیچیدگی شناخت اخلاص در امین جه هست و اصلاحش هم به امی خاطر سخت است. او قدر فشاری که او قدر فشاری که نفس شما و شیطان به خاطر خراب کردن نفس شما استفاده میکنه او قدر فشار در انجام هیچ کار دیگه نیست و زدودن اینا که شایبه های اخلاص را از بین میبره این کار بسیار سختی است این با بزرگان بسیار کلانی که برای ما شما به عنوان الگوهای از علم و هدایت بودند، کار سختی بودند شما فکر بکنی شاید اینا مردم های ضعیفی بودن مردم های کوچکی نبودن سلف صالح یومت همیشه تکرار کردیم نمونه های از ایمانن الگو های واقعی از ایمانداری هن. و تعبیر یکی از علما میگفت وقتی ما در مورد صحابه بحث میکنیم صحابه قرآن های زنده بودن که راه میرفتن اینمی مردم با این تو یک جایگاه و منزلتی که مواردی در قرآن و در حدیث الله متعال بر ایمانداریشان و بر اخلاصشان گواهی داده اونا از عدم اخلاص خود می ترسیدن. کسانی که الله بر ایمانشان گواهی تا کسانی که صحابه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ایمان و اخلاصشان گواهی می اونا از عدم اخلاص خود می ترسیدن. های ایمانی ما در کجا هست؟ ما در شاهراه ایمان در کجاش قرار داریم؟ آیا قدم های کوچک در مسیر ایمان گذاشتیم؟ را خود ما ارزیابی بکنیم. به همین خاطر مفهوم اخلاص چیزی چیز نیست که انسان بر از او به توجه میتونه بوده باشه مفهوم اخلاص چیزی نیست که انسان اگر در مقابل از او به توجه باشه کدام مشکلی به بار نمیاره اگر یک نفر اخلاص واقعی نداشت و لو صدها سال زندگی بکنه و در طول صدها سال مؤمن باشه و در طول صدها سال ایمانداری که داره عمل بکنه به خاطر نداشتن اخلاص واقعی اعمالش پیش پروردگار به اندازه ذره ارزش نداره به امیل از وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوا و سلف یومت میگه میگه این سلس دین است سلس دین ده اینمی جمله خلاصه میشه به خاطر چی به خاطر که بعض علماء میگه بعض علماء نصف میگه به خاطر چی این نصف دین هست به خاطر که به صورت کلی کل دینداری دو بخش داره بخش باطنی و بخش ظاهری بخش باطنی که سالم بودن نیت است که تعبیر به اخلاص از میشه اینمی اساس است این اساس دین هست و اگر ای مشکل داشت ولو عمل کرد شما صد در صد طبق شریعت الهی باشه به خاطر نداشتن اخلاص واقعی پیش پروردگار هیچ نورزشی نداره به خاطر چی؟ به خاطر او حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال نقل میکنه حدیث که الله متعال میگه انا اغن شنکای عن الشرک ما غنی ها از شرک است. اگر کسی یک عمل را انجام ده ولو نیم کله رضایت ما را هم بخیر رضایت کسی دیگه را هم بخیر در نیتش چیز دیگه هم دخالت بکنه رضایت الله را هم بخوای در کنار از چیز دیگه هم قرار داشته باشه الله تعالی میگه ترکته و شرکه رهایش میکنه ما کارش ندارم پس وقتی یک نفری در نیتش کمی هم شایبه از شرک باشه الله تعالی را رد میکنه اگر یک نفری اساس عملش را به صورت کلی رضایت غیر الله تشکیل بده خلاص شدن از سرزنش مردم تشکیل بده رسیدن به متاع دنیا تشکیل بده رسیدن به شهرت و چیزهای دیگه تشکیل بده او دیگه چیست؟ او اگر یک نفر این نیت داشته باشه ولو بزرگترین عمل شرعی را انجام میته خود اینمی بزرگترین عمل شرعی از جمله اسباب حلاکت و عذابش قرار میگیره در دین هیچ چیز به اندازه نماز بعد از گفتن لا اله الا الله مهم نیست هیچ چیزی به اندازه نماز بعد از گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله در اسلام جایگاه بالا نداره به همین خاطر رسول الله میره فاصله میان ایمان و کافر گفته و تهدید میکنه که من ترک الصلاه متعمدا فقط کفره تو یک جایگاهی در دین داره نماز رکن اساسی و از مهمترین ارکان عملی دین هست اما زمانی که با شایبی ریا یک جا میشه چی میشه فویل للمسلین هلاکت بر نمازگزار جهنم بر اون نمازگزاری که نماز میخونه مهمترین عمل عبادی دین را انجام میده بازم الله تهدیدش به عذاب میکنه تهدیدش به جهنم میکنه فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم یراون خیلی واضح است دلیل چیز ریا میکنه پس وقتی پس وقتی یک نفر اخلاص نداشته باشه بهترین اعمال خیر را انجام بده خود اینمی اعمال خیر وسیله بر عذابش میشه چی رسه به کارهای بعدش چی رسه به کارهای بعدش و شما او حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در روز قیامت الله متعال سه گروه ها را اول محاسبه میکنه اول کسی است که در راه الله جهاد کرده منزلت و جایگاه جهاد در اسلام امو تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم کفایت میکنه که میگه ذروه و سنامه بلندترین قله اسلام می جهاد هست یک نفر میره بلندترین قله اسلام را به تعبیر فتح میکنه اما به خاطر نداشتن نیت سالس چی میشه در روز قیامت الله تعالی ازش پرسان میکنه او بنده ما به تو بسیار نعمت ها رو دادم چی کردی پروردگار ما در راه تو جنگ کردم در راه تو شدم میگه دروغ گفتی دروغ میگی به خاطر این گفتی که مردم بگن فلانی خیلی شجاع هست فلانی خیلی قهرمان است فلانی تر شده فلان. پیش ما منزلت نداری بر رویش کشکده به جهنم مندازنش پس دلیلش چیست او به تعبیر ظاهریش کل زندگی خدا به خاطر دین وقف کرده اما به خاطر داشتن شایبی از ریا در قلبش مستحق عذاب جهنم میشه و از اولین کسان است که به جهنم میره پس وقتی با این نموت یک جایگاهی که اخلاص در دین داره اگر کسی از مای شما نسبت به او به اعتنا باشیم، آیا مطمئن هستیم که خود را از وسوسه های شیطانی که اخلاص ما را صدمه میزن نجات دادیم اگر کسی ای اطمینان در مورد خود داشته باشه بفهمه که آدم ریاکار است اگر کسی در مورد اخلاص خود اطمینان حاصل کرده بفهمه که از اخلاص بهره نبرده به خاطر چی که گفتیم تعبیر علما جالب است میگه اخلاص که تو اخلاص را در خود نبینی چرا به که وقتی این احساس را داشتی همیشه تلاش میکنی اعمالت خالصانه باقی بونه و از ریا نجات پیدا بکنی اما وقتی که تو گفتی که نه من خودم مخلص استم وقتی این اخلاص را در وجود خود دیدی بهره نفست و بهره شیطان از عملت گرفته شده چیزی دیگه باز برات باقی نمانده پس به این لحاظ انسان باید متوجه این نکته باشه که اخلاص یک امر کوچک نیست و اخلاص چیزی نیست که آدم به او بی‌تنایی بکنه اولین کار اولین وظیفه و اولین مسئولیتی که یک انسان مسلمان در فهم دین داره از فهم اخلاص شروع میشه امی لا اله الا الله را هم که میگن امی لا اله الا گفتن که دروازه ای اولی اسلام هست اینمی هم باید با اخلاص توأم باشه اگر این هم با اخلاص توأم نبود اجر و پاداشی و مزدی و بهره انسان از ایمان خود نمیبره به لحاظ انسان مسلمان چی باید بکنه که مخلص باشه راهکار مخلص بودن چیست راهکار عملی شناخت اخلاص در کجا هست اولین وظیفه انسان مسلمان امی هست که مفهوم اخلاص را در روشنایی آنچه که در کتاب الله و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده را بدانه آیات زیاد در قرآن کریم در مورد جایگاه اخلاص هست ما بعضی از اونها را به عنوان نمونه میخوانیم و امیدوار هستیم که خواندن این آیات ما جایگاه دین الله تبارک و تعالی را و جایگاه اخلاص را به صورت کلی درک بکنیم الله متعال در قرآن کریم تعبیرهای های مختلفی کرده در سوره زمر الله متعال می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق ما بر تو کتاب را به حق نازل کردیم فاعبدوا لله مخلصا له الدین الله را عبادت بکو و دینت خالص به خاطر الله باشه الا لله الدین الخالص آگاه باشین که دین خالصانه از آن الله هست در اینجا الله تبارک و تعالی در کتابش کل دین را در اخلاص بودن در عبادت الله خلاصه کرده و آیت الهیم که بیشتر خونیم و ما امیرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین ما بنده ها را به چیز دیگه امر نکردیم مگر که خالصانه الله را عبادت بکنن و اخلاص یک امر است که در همه مفاهیم زندگی انسان وجود داره به همین خاطر وقتی الله تبارک و تعالی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور می که مفهوم اخلاص را در زندگی خودش پیاده بکنه و اینجا ما دو درس از آیه مبارکه می گیریم. یکی ای که مفهوم اخلاص را بفهمیم که چقدر دایره وسیع داره دومی که یک نمونه از مخلص واقعی را الله متعال برای شما معرفی میکنه که او رسول الله صلی الله علیه و سلم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس نص آیه قرآن کریم الگو در همه زمینه ها شما هست در زمینه های ایمانی در درجه اول الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چه دست می ان صلاتي و نسكي و و لله رب العالمين بگو نماز من عبادات من زندگی من و مرگ من الله تبارك و الله شريك له هیچ کس در این عمل با الله شریک قرار نمیتون و شرک درجات متفاوتی داره کمترین درجیش ریا هست و ریا هم باعث میشه یک نفر اینمی عباداتش و اعمالش و زندگی و مرگش اگر به خاطر الله نبوده باشه خود اینمی عمل باعث میشه که مستحق عذاب الله قرار بگیره لا شریک له و به ذلك تو و انا اول المسلمین و جایگاه اخلاص به صورت عمومی در آیات قرآن کریم بسیار جایگاه بالا و بلندی داره و به خاطر از اینکه انسان در معرض در معرض به خراب شدن نیت قرار داره به همین خاطر الله تبارک و تعالی در سوره ای که برای ما شما لازم کرده در هر نماز تکرارش بکنیم در این سوره یکی از مباحث محوری و مرکزی این سوره یاداوری اخلاص است وقتی ما شما سوره هم در, در هر در هر رکعت قران در هر رکعت نماز باید تکرار بکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بدون سوره فاتحه را نماز نمیدونه میفرماید که لا صلاه علی من لم یقرا بفاتحه الکتاب نماز نیست برای کسی که سوره فاتحه را نخوانده و سوره فاتحه یکی از محوری ترین ستون فقرات اصلی سوره فاتحه ای آیه مبارکه است که ایاک نعبد و ایاک نستعین و ای یاداوری اخلاص است و این یاداوری اخلاص است که انسان مسلمان در هر رکعت نماز خود این تعهد خود به اخلاص با الله متعال را تکرار بکنه فراموشش نشه که در چی رقم حالت قرار داره و به چی کسی عبادت میکنه و از چی کسی استعانت بجویه و در استعانت جستن خود و در عبادت کردن خود چه رقم اراده و چه رقم نیت داشته باشه به با این خاطر هر وقتی که در این آیه مبارکه میرسین فراموش نکنین که الله متعال با اینمی عمل چه چی چیزهایی را چی چیزهای را از انسان مطالبه میکنه و که چه چیزهای باعث میشه این می اخلاص که از جمله مهوریترین مسائل در اسلام هست چه رقم خراب میشه و گپ بسیار مهمتر دیگهی که الله تبارک وتعالی به صورت بسیار زیبایی در یک حدیث دیگه هم اینمی مسئله ره به زبان رسولالله صلی الله علیه وسلم برای ما شما بیان کرده و میفرماید که ان الله لا ینظر الی اجسادکم ولا الى صورکم الله مطال به جسم های شما و به صورت شما نگاه نمیکنه ولا که ینظر الى قلوبکم و اعمالکم الله مطال بر قلب شما که انگیزه اعمال شما هست و باز بر اعمال شما که در نتیجه انگیزه ها از شما صادر میشه به اونها نگاه میکنه پس انسان مسلمان همیشه متوجه این نکته باشه که من وقتی یک عمل را انجام میدم به خاطری که انجام میدم و اگر به خاطر الله مطال بوده باشه الله مطال بر ما نگاه میکنه و از نیت ما آگاه هست پس تلاش باید بکنه و در 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 در, در تلاش ازی بوده باشه که مفهوم واقعی اخلاص را اول درک بکنه و سپس در زندگی خود و در انجام عبادات اونها را مد نظر داشته باشه تعبیری که در آیات قرآن کریم الله متعال از, از اعمال مخلصانه کرده تعبیرهای متفاوت و مختلفی است غالبا در چند قالب الله متعال از اونها تعبیر میکنه گاهی وقتا الله متعال ارا معنای اخلاص در یک عمل را داشتن اراده رسیدن به پاداش اخروی ذکر میکنه بعضی از مردم ایرا اخلاص نمیدانند در حالی که ای خطا هست الوقتی الله مطالب میگه من کم یورید دنیا و من کم یورید الاخره بعضی از شما دنیا را اراده داره و بعضی از شما اخل... آخرت را اراده داره داشتن اراده آخرت اخلاص است بعضی مردم تصور میکنن که داشتن اراده آخرت جدای از داشتن اراده به خاطر الله هست نه به خاطر ازی که داشتن اراده بر رسیدن به پاداش اخروی یعنی داشتن بر اراده داشتن بر رسیدن بر رضایت الله چون مثلا انسان انسان مسلمان در روز آخرت به جنت میرسه و جنت نمادی از از بخشش پروردگار هست نمادی از ردوان الهی هست و منزلتی است که الله مطال در اونجا بنده را توصیف میکنه و میگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره پس انسان مسلمان این یک تعبیر قرآن کریم است یعنی در خیلی از آیات قرآن کریم وقتی الله متعال میخواد که ما را متوجه به اخلاص بکنه یک یک تعبیر که انسان از انجام و عمل اراده آخرت را داشته باشه و تعبیر دیگه که در قرآن کریم آمده وجه الله هست اراده وجه الله یعنی اراده کردن رضایت الله متعال یا خشنودی الله تبارک و تعالی و در بعضی از آیات قرآن کریم هم ابتغاء وجه الله ذکر شده ابتغاء وجه الله این است که الله متعال برای اخلاص کرده و در بعضی از آیات قرآن کریم هم ابتغاء امر مرضات الله ذکر شده یعنی طلب کردن رضایت الله تبارک و تعالی این الفاظ الفاظ است که خود اخلاص هم ذکر شده در کنار از این ای الفاظ از جمله الفاظی هست که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم بر بیان مفهوم اخلاص در انجام اعمال برای ما شما اونها را ذکر کرده بعضی از آیات را تکرار میکنیم الله تعالی میفرماید که و من یرید ثواب آخرت نؤتیه منها اگر کسی ثواب آخرت را اراده کرده باشه ما او را برش میتیم و این نشانه ای از اخلاص مندیش است و سنجز شاکرین و الله متعال جزا و پاداش شاکران را میده در جای دیگه هم میگه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفه الیهم اگر کسی مطالبه میکنه زندگی دنیا را و زینت های زندگی دنیا را ما برش او را به صورت کامل میتیم و هم فیها لایب لا ما برش در اینجا بخل نمیکنیم اولایک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار اما در روز قیامت باز با جز آتش هیچ بهره دیگه برشان نداره و حبت ما صنعو فیها و باطل ما کانو یعملون و, و, و اسبین میره او اعمالی را که انجام دادن و نابود میشه اعمالی را که در دنیا انجام دادن و آیات زیاد دیگه در قرآن کریم هست و الله مطال در آیات دیگه هم تکرار تکرار که من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه اگر کسی بهره آخرت را در انجام عمل خود نیت داره ما ای بهره را برش اضافه میکنیم و من کان یرید و حرث دنیا و اگر کسی پاداش دنیا و بهره دنیا را از انجام عمل خود در قلب خود اراده داده نعته منها او را برش میتیم اما و ما فی الاخره من نصیب در آخرت باز هیچ بهره ای نداره و الله متعال وقتی مؤمنین را توصیف میکنه یکی از جمله ما واردی که الله متعال مؤمنین در مورد بر اساس از او توصیف میکنه مخلص بودن هست الله متعال بر, بر رسول الله صلی الله علیه و سلام دستور میده که ولا تطرد الذين يدعون ربهم و والعشي يريدون وجهته چشم رو و نگاهتر از او کسانی که شب و روز در عبادت خالصانه الله هستن و از انجام عبادت فقط و فقط رضایت الله را طلب میکنن تو چشم خود را از اونها دور نتی یعنی این نشانه دهنده اهمیت اخلاص است که وقتی یک نفر مخلص بود انسان مسلمان دست وظیفه داره با در مورد از او به اعتنا نباشه و بلکه در تلاش ازی باشه که اخلاص را از او بیاموزه یا به تعبیر دیگه در انجام کارهای مخلصانه او را کمک بکنه و امور رقم در آیاتی که الله تعالی وجه الله را تعبیر از اعمال خالصانه کرده میفرماید و ما تو من زکات تريدون وجه الله که هم المضعفون و اگر شما زکات مالتان را می پردازین و اراده شما از پرداختن زکات مالتان وجه الله باشه فاولایک هم المدعفون این گرو گروه مردم کسانی هستند که الله متعال پاداش از اینها را چند برابر می ته بخاطر در انجام عمل خود مخلص هستند یا الله متعال در جای دیگه هم به تعبیر وجه رب بک میکنه و سیجن به هل اتقا و زود است که نجات پیدا بکنه متقی ترین شما الذي یؤتی ماله یتزکا او کسی که مال خود را می تاکه تا که انسان تزکیه شود و مال احد عنده من نعمت تجزا و هیچ کسی بر از او یک منتی نداره که به خاطر انجام او منتی کار میکنه الا ابتغاء وجه رب الاعلا و هدف و انگیزش از انجام عمل فقط چی هست ابتغاء وجه الله فقط رسیدن به رضایت الله تبارک و تعالی و در آیات دیگه هم زمانی که الله متعال در مورد انفاق صحبت میکنه بعد از او اراده شخص منفقی که در راه الله متعال مال خود را میتره تعبیر به وجه الله که ما ما الا ابتغاء وجه الله مؤمنین واقعی و مؤمنین مخلص کسانی هست که اگر انفاق میکنن اراده از انجام انفاق فقط رسیدن به وجه الله است و در آیت دیگه هم میفرمایه و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و مثال کسانی که خالصانه مال های خود در راه الله متعال انفاق میکنن هدف و نیت و اراده اصلیشان چی هست ابتقاء مرضات الله رسیدن به رضایت الله تبارک و تعالی اگر ما مجموعه کلی از آیات را جمع بکنیم تقریبا به دهها و به صدها آیت میشه که الله تبارک و تعالی از اخلاص که از جمله شرایط اساسی ایمان و عمل صالح هست به تعابیر مختلف یاد کرده ای همه از اینها دلالت به اهمیت از این میکنه می که انسان مسلمان اهمیت اخلاص را در ایمانداری خود و اهمیت اخلاص را در عمل صالح خود بدانه ان شاء الله روز بعدی باز اهمیت اخلاص در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار میکنیم امیدوار هستم الله مطال بر شما توفیق فهم درست آنچه که در دینش نازل کرده را بر ما نصیب بکنه و الله مطال در اعمال ما اخلاص را نصیب بکنه و اخلاص را از ایمانداری ما و از اعمال ما دور نسازه و الله تبارک و تعالی بر از ریا و از عاجب و از همه شایبه هایی که اخلاص را صدمه میزنه الله مطال ما همه ما شما را با فضل و کرم و احسان و منتی که الله مطال بر ما شما کرده و ما را مسلمان آفریده الله مطال با این فضل و احسانش را چند برابر بکنه و و ایمانداری و اخلاص و ایمانداری و اعمال صالحه ما را از اخلاص دور نسازد سبحانک الله و بحمدکه نشهد الله لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک